به نام خدا و با عرض سلام. خبرهای ورزشی امشب را با لیگ قهرمانان اروپا آغاز میکنیم. دور رفته هفته سوم رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا شب گذشته با پیروزی مدعیان و توقف والنسیا به پایان رسید. در این شب از گروه یک اینتر میلان ایتالیا در خانه میزبان تاتنهام انگلیس بود که در یک دیدار جذاب با نتیجه 4-3 موفق شد حریفش را شکست دهد. گل‌های میلان را خاویر زانتی، ساموئل اتو و دژان استانکوویچ به ثمر رساندند و برای میهمان گریتپل گلزنی کرد. در دیگر بازی این گروه ای سی 20 هلند مقابل میهمانش وردر برمن با نتیجه 1-1 متوقف شد. در گروه دوم لیون فرانسه با 2 گل بنفیکا را مغلوب ساخت و شالکه 0-4 با نتیجه 3-1 هپوئل تل آویو را از پیش رو برداشت. از گروه سوم منچستر در خانه با 1 گل بورساسپور ترکیه را شکست داد و والنسیا اسپانیا در شهر گلاسکو اسکاتلند رنجرز را با نتیجه 1-1 متوقف ساخت. در گروه چهارم دو تیم پاناتینایکو یونان و روبین کازان روسیه در شهر آتن با نتیجه تساوی بدون گل رضایت دادند و در زیباترین بازی شب گذشته بارسلونا اسپانیا با 2 گل لیونل مسی بر اف سی کوپنهاگن دنمارک غلبه کرد. زوباهن و سونگنام فینالیست شدند. در مرحله نیمه نهایی هشتمین دوره مسابقات لیگ قهرمانان آسیا شب گذشته دو تیم فوتبال الشباب الهلال با تحمل شکست برابر تیم های سونگنام و کره جنوبی و زوباهن ایران وداع تلخی با این رقابت ها داشتند. در بازی نخست که در باشگاه ملک شاه فهد شهر ریاض با میزبانی الهلال عربستان برگزار شد، زوباهن ایران توانست با تکل ایگور کاسترو در دقیقه 54 به پیروزی دست یابد. بازی رفت این دو تیم با نتیجه 1-0 به سود نماینده ایران به پایان رسیده بود که زوباهن در مجموع دو دیدار رفت و برگشت با نتیجه 2-0 راهی فینال شد. در دیگر بازی این مرحله سونگنام کره جنوبی با شکست 1-0 الشباب عربستان راهی دیدار پایانی شد. الشباب دیدار رفت را با نتیجه 4-3 به سود خود به پایان رسانده بود، اما به خاطر تفاضل گل بازی برگشت بازی فینال را از دست داد. فینال لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه ملی توکیو با تاریخ 22 عقرب برگزار می شود. اما پس از این شکست رئیس باشگاه الهلال عربستان استعفا داد. شکست الهلال عربستان در برابر زوباهن ایران برای عربها بیش از یک نتیجه تلخ ورزشی بود و به طوری که باید از آن به عنوان یک زلزله ورزشی در این کشور یاد کرد. تلویزیون ورزشی عربستان سعودی دقایق پس از شکست الهلال اعلام کرد شاهزاده عبدالرحمن بن مسعود رئیس باشگاه الهلال با قبول مسئولیت شکست در برابر زوباهن ایران از سمت خود استعفا داد. در این دیدار پس از آنکه الهلال در دقیقه 70 گلی را دریافت کرد، مقامات عربستانی حاضر به دیدن ادامه بازی نشدند و ورزشگاه را ترک کردند. شاهزاده سعودی رئیس باشگاه الهلال نیز پس از دریافت گل واکنش منفی تماشاگران تیمش را تحمل نکرد و از روی سکو مجبور به استعفا شد. با تشکر. به همین ترتیب به پایان برنامه خبری این ساعت از نگار رسیدیم. من و همکارانم علی افتخاری و مصطفی مهرزاد از حضور شما مرخص می شویم. اوقات خوش آرزو داریم.